دوستان عزیز، سلام بر شما. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه من هستید در کانال محمود بیز در یوتیوب. خیلی ممنونم از دوستانی که اظهار نظر و اظهار لطف دارن به من. من آموزش قبل در مورد کسب درآمد از طریق علی اکسپرس با شما صحبت کردم که شما چطور میتونستید از طریق افیلیت سیستم یا همون سیستم همکاری در فروش، یا به زبان ساده تر سیستمی که از طریق اون میتونید لینک های محصولات رو در مکان های مختلف تبلیغ بکنید و از محل فروش اونها کمیسیون بگیرید، با شما صحبت کردم و این آموزش رو بهتون دادم. آموزش امروز به نوعی تکمیل کننده آموزش کسب درآمد از طریق علی اکسپرس، یعنی اینکه شما بعد از اینکه توی علی اکسپرس اکانتتون رو اکتیف کردید و به عنوان همکاری در سیستم فروش اونجا شروع به فعالیت کردید، باید شروع بکنید به انتشار لینک هاتون و تبلیغ کالاهاتون تا بتونید پورسانت بگیرید. خب پس با آموزش امروز همراه من باشید. در ابتدای آموزش ازتون دعوت میکنم لطفا کانال من در یوتیوب محمود بیز رو حتما سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله که بعدش به شما اونجا نمایش میده رو حتما روش کلیک کنید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که قرار میدم زودتر از سایرین قرار بگیرید. من توی آموزش های قبل آموزش های کسب درآمد به روش های مختلف دیگه مثل نوشتن مقاله یا کسب درآمد از طریق بازاریابی آنلاین برای یه سرویس جدیدی که مربوط به شرکت های بیمه است با شما صحبت کردم، یا در مورد سرچ کردن که چطور میتونید از طریقش کسب درآمد داشته باشید، یا از طریق دیدن تبلیغات کسب درآمد میتونید داشته باشید از طریق آپلود کردن فایل یا وارد کردن حروف کپچا، و بعد هم در زمینه بیت کوین یا فریلنسری هم با شما صحبت کردم. لطفا بعد از اینکه این ویدیو رو هم دیدید، ویدیو رو بین دوستاتون به اشتراک بذارید، لایک کنید و نظرتون رو برای من حتما بذارید. بذارید من وارد پورتال علی اکسپرس هم بشم تا از طریق این قسمت میریم واردش میشیم. علی اکسپرس قسمت اد سنترش رو باز میکنم. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور این لینک ها رو باید تبلیغ بکنید و فروش خودتون رو آغاز کنید. خب وارد بخش هات پروداکت میشیم، محصولات پرفروش. من میخوام فقط به شما بگم به چه شکلی باید لینک رو دریافت کنید و این لینک رو تبلیغ بکنید. من مثلا به عنوان مثال بذارید بقیه جنساش هم ببینیم چی داره چی نداره. خب اینا جدیدن، مثلا این شلواره 13 دلاره، 1900 تا الان فروخته شده ازش، این 2700 تاست، این 3000 تاست. ببینید دوستان، تو مرحله اول یادتون باشه برید سراغ محصولاتی که پرفروش هستن. اگر در زمینه لباس زنونه میخواید کار بکنید، اجناسی رو انتخاب کنید که پرفروش باشن. ببینید الان مثلا تو اینا بخواید یه رنکینگ بین اینها پیدا بکنید، بیشترین فروش همینه، اینه، همین شلوار، این دامنه پرفروشه به نوبه خودش، قیمتش هم 11 دلاره، 3000 تا الان فروخته شده، 12% هم پورسانت میده بهتون. پس این الان گزینه بدی نیست و گزینه خوبیه، میتونید روی همین تبلیغ بکنید. خب پس یادتون باشه در وهله اول بخش ها و گزینه هایی رو انتخاب بکنید که این بخش ها و گزینه ها طرفدار زیاد داشته باشه. ببینید مثلا شما خب اگر تخصصا بخواید کار بکنید در زمینه مثلا تجهیزات الکترونیکی که برای تعمیر و بازسازی یا هر چیزی که بخوام اسمشو بذاریم، چندان مثلا ممکنه فروشنده یا خریدار وجود نداشته باشه. مثلا بیا این پریزای برقو بخوایم، مثلا این دکمه های پریزی رو بخوام تبلیغ بکنیم، 1300 تا فروخته. خب این یه مشتری خاص داره، این مشتری خاص فقط با دنبال این باشه، مطمئن باشید این مشتری خاص اینقدر میگرده تا به این جنس برسه، و خب راحت هم میتونه این جنس رو پیدا بکنه چون فروشندش کمه و سریع سرچ میکنه و سریع پیدا میشه. اما کالاهایی که عمومیت دارن، جنسایی که عمومیت دارن یا پرفروش هستن، مثلا کالاهایی مثل زیبایی و بدن، زیبایی مثل لباسهای زنونه،
تجهیزات مثلا تفریحی، لباس های مختلف، کفش ها یا موبایل و تبلت جز موادی که واقعا پرفروشن و شما راحت میتونید این کالاها رو به راحتی تبلیغ بکنید و مشتریشون رو پیدا بکنید. اما شما اگر مثلا بیاید یه دونه کلید مثلا تبلیغ بکنید که این کلیده ممکنه از بین 100,000 نفر فقط 50 نفر دنبالمون بگردن و اینکه اصلا بیان از شما خرید بکنن یا نه، خب این جز وقت تلف کردن و انرژی مصرف کردن بی خود چیزی براتون نداشته. خب من امروز این رو الان این کالا رو انتخاب میکنم و اینجا کپی میکنم این داده هایی که من داده، بعد از اینکه این اطلاعات رو کپی کردم یا مثلا پروموتش میتونم بکنم، این لینک رو فقط استفاده بکنم. اوکی، من میخوام الان لینک رو استفاده کنم، پس من میام پروموت بای لینک و اینو کپی میکنم. یادتون باشه پس من تو مرحله اول اومدم و این رو فقط کپی کردم. یکی از سایت هایی که شما میتونید این لینک ها رو داخلش منتشر بکنید سایت هایی هستن که برای اشتراک گذاری لینک ها در اختیارتون قرار میگیره. یعنی این چی؟ یعنی این که مثلا توی این سایت ها لینک های زیادی از شبکه های مختلف داخلش قرار گرفته. این لینک ها رو شما میتونید توی چند تا سایت به راحتی ببینید. کاری این سایت ها اینه که یه لینک رو منتشر میکنن و بعد افراد به این لینک ها رأی میدن. این لینک ها اگر رأیشون زیاد باشه میان بالا، اگر رأیشون پایین باشه، امتیازشون پایین باشه، پایین میمونه. خب من لینک این محصول رو گرفتم، اولین سایت رو باز میکنم، سایت دیگ. شما حتما توی این سایت باید اکانت داشته باشید، پس از این قسمت میزنید و عضویت میگیرید. اینجا ببینید محصولات رو که معرفی که میگم، محصولات لینک هایی رو که افراد معرفی کردن، ممکنه مثلا یه دونه شامپو باشه طرف داره تبلیغ میکنه، یا مثلا اینجا مثلا یه موبایله، اینجا لینک بهش وصل میشه. یعنی اینکه شما لینکت رو توی این سایت ها میتونی به راحتی منتشر بکنی. این سایت ها میلیون ها بازدید کننده در روز دارن، یعنی فقط شما کافیه لینکت رو توی این سایت بذاری. پس یادتون باشه محصولات پرفروش رو در دسته‌بندی های مختلف پیدا کنید. بعد از اینکه پیدا کردید برید داخل این سایت ها، نمونش همین سایت dig.com که من برای شما این رو آدرسش رو در انتهای ویدیو حتما میذارم. مثل بقیه افرادی که اینجا لینک هاشون رو منتشر کردن، شما هم میتونید لینکتون رو اینجا منتشر بکنید. هیچ محدودیتی در انتشار لینک ها ندارید. فقط سعی کنید لینک های تکراری منتشر نکنید و سعی کنید در این حالی که دارید این لینک ها رو منتشر میکنید، لینک های بقیه رو هم لایک بکنید. با لایک کردن باعث میشه که اون لینک ها بالا برن و اون افراد هم میان لینک های شما رو لایک میکنن و اینجا امتیاز میگیرید. این مثلا 100 تا اعتبار داره. هرچی بیشتر این لینک ها لایک بخورن بالاتر قرار میگیرن. ما قرار نیست کار فیک انجام بدیم یا کار بی خود و علکی برای جذب مخاطب، پس به فکر جذب لایک علکی این کاری که دوستان توی اینستا و تلگرام یا شبکه‌های دیگه که توی ایران جدیدن مد شده میکنن نباشید. هدف کسب درآمده. پس توی این سایت حتما ثبت نام کنید و بعد یه گزینه‌ای داره به اسم سابمیت. به خاطر اینکه آموزش زیاد طولانی نشه دیگه اونجا رو من وارد نشدم. اما در اصل شما بعد از اینکه ثبت نام کردید میتونید لینک هاتون رو باز کنید، بنویسید و همون لینک خودتون. ببینید اینجا شما گت لینک گرفتید، همین توضیحاتش رو، این لینکش رو بعداً کپی میکنید میذارید توی اون مطلب و این توضیحات بالا رو هم میتونید به عنوان توضیح لینکتون توی متن وارد بکنید و بفرستید. بعد از اینکه این رو نوشید، هر کسی روی لینک شما کلیک بکنه تا 30 روز هر کالایی که از علی اکسپرس خرید بکنه به شما، علی اکسپرس بهتون سود میده. پس به راحتی از
امکانات مجانی که در اختیارتون قرار گرفته توی سایت های مختلف به راحتی از کنارشون نگذرید. پس این سایت رو من براتون میذارم. سایت بعدی سایت ردیت هست، سایت فوق العاده خوب و داره رنکینگ بسیار بالایی که الان شما ببینید این 8000 نفر به این از طریق این دوتا دکمه به این سایت به این مطلب رأی دادن و این مطلب اومده اولین مطلبی که توی ردیت داره منتشر میشه. شما توی این سایت هم حتما عضویت بگیرید، عضو بشید. بعد از اینکه عضو شدید میتونید مطالب خودتون رو ببینید مثل بقیه. اینها هم اومدن مطلب منتشر کردن و این ردیت امتیازی که بگیرید هر چقدر امتیاز بالاتر باشه میاره شما رو بالاتر. ببینید لینک، همشون لینک دارن، یعنی شما اگر روی اینها کلیک بکنی وارد صفحاتی میشه که ممکنه تبلیغ باشن، ممکنه مثل شما افیلیت کار باشن یا تبلیغ فروش، همکاری در فروش سیستم خاصی رو داشته باشن. پس این رو یادتون باشه حتما ازش استفاده بکنید. این سایت رو هم حتما داخلش عضو بشید. بعد از اینکه عضو شدید لینک هاتون رو توی این سایت هم منتشر بکنید. هدف اینه که لینک ها منتشر بشن با توضیحاتی که ارائه شده. سعی کنید ببینید اینجا مثلا یه عکس، خب عکس خودش گویای همه چیزه، یعنی یه عکسیه که گرفتن و منتشر کردن. اینجا یه توضیح بالاش نوشته، یا مثلا اینجا ببینید اینجا یه لینکه، یه تایتله و یه لینک داره. هر کسی الان مثلا روی این کلیک بکنه، به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، اگر لینک شما باشه شما میتونی از محل فروشش کمیسیون دریافت کنی. پس بعد از اینکه ردیت رو ساختید حتما لینک هاتون رو بذارید، حتی عکس های اون محصولات رو هم میتونید بذارید. اینجا زمانی که توی پروموت بای بنر میتونید اینجا کلیک راست بکنید، کپی ایمیج لوکیشن رو بزنید و برید داخل سایت مورد نظر، اونجا آدرسش رو بذارید تا عکستون به این شکل ظاهر بشه و بعد توضیحات عکستون رو بنویسید. ببینید من روی عکس ها که موسم رو نگه میدارم، اینجا ببینید یه گزینه میاد نوشته سیو. من راجع به این هم جزء آموزش همین امروز هست، دو تا دیگه سایت مونده میرسیم بهش، من به شما توضیح میدم که این چیه. پس یادتون باشه ردیت رو هم حتما ثبت نام بکنید، لینکتون رو توی این سایت هم بذارید. این که دارم میگم لینک مجموع لینک هاتونه. ممکنه شما مثلا امروز بخواید 20 تا لینک بذارید، شک نکنید اگر دو نفر فقط روی اون دو تا لینک شما کلیک بکنن درگیر اون سایت ها میشن و توی علی اکسپرس میمونن برای خرید کردن، یا اگر امروز نخرن فردا دوباره اگر وارد علی اکسپرس بشن دوباره شما پورسانت میگیرید. میریم سایت بعدی، این سایت نتبوز هست، برای ارسال لینک و این بوکمارک میکنه از طریق سایت های مختلف اینجا لینک میفرستن و افراد اینها رو میبینن و میتونید از طریق این سایت هم شما ثبت نام بکنید. اینجا گروه های مختلف لینک ها هم قرار گرفته که مثلا اگر در زمینه بیزینس بخواید سرچ بکنید اینو باز میکنید، لینک های در مورد بیزینس اینجا تک شده و مشخص شده. پس توی این سایت هم حتما ثبت نام کنید، اینجا گزینه ثبت نام هست، ثبت نام کنید و توی این سایت هم لینکتون رو منتشر بکنید. باز هم بهتون میگم شما هدفتون رو روی یه دونه محصول نخواهید گذاشت، پس وقت خودتون رو برای یک محصول نذارید. سعی کنید لینک های زیادی در این سایت ها منتشر بکنید، یعنی الان اینو اگر منتشر کردی بعد برو این محصول رو منتشر کن، بعد برو این یکی رو منتشر کن، بعد برو اینو منتشر کن. مثلا تو همین صفحه شما ببینید 10 تا محصول رو به شما نشون داده. اگر روزی 10 تا از اینها رو شما بذارید توی سایت ها، شک نکنید در کمترین زمان ممکن نتیجه خواهید گرفت. نتیجه نه این که میگم زمان کم، منظور این که امروز اگر طرف کلیک نکنه فردا نتیجه نگیری، یه هفته دیگه نتیجه نگیری، شک نکنید در طی یه ماه آینده شما مطمئنن کارتون نتیجه بخش خواهد بود، چون لینک شما در اینترنت پخش شده. هرچی بیشتر لینک پخش بشه ورودی میگیره و هرچی ورودی بیشتر باشه امکان فروشش بیشتره و هرچی امکان فروشش بیشتر باشه شک نکنید توی جیب شما هم تو جیبتونه پوله. میریم سایت بعدی، سایت پینترست، یکی از سایت های فوق‌العاده خوب و قوی در زمینه انتشار تصاویر. این سایت هم افیلیت کارهای بسیار زیادی توی این سایت هستن،
اگر شما موستون روی هر عکس قرار بدید، اینجا یه لینک براتون میاد. ببینید اینجا اگر موس رو نگه دارید یه لینک براتون میاد. برای شما هم بعد از اینکه لینک ها رو از علی اکسپرس تو افیلیتتون برداشتید، تو سیستم پورتالتون خواستید توی این سایت منتشر بکنید، تصاویر شما هم به این شکل اینجا نمایش داده میشه. ببینید تصاویر فوق العاده زیادیه، یعنی ما اگر تا پس فردا اینجا بشینیم تا 2 ماه دیگه هم این صفحه رو هی ببریم پایین، هی بیایم پایین، هی بریم پایین، ببینید که تصاویر زیادی. مثلا اینو ببینید شما، میک مانی آنلاین، یه عکس که آدم وسوسه میشه برای کلیک کردن روش. خب بعد از اینکه طرف کلیک بکنه ممکنه بره توی یکی از سایت هایی که کارش یه فروش آنلاینه و یه کسیه که مثلا افیلیت کاره. خب بر همین اساس هرچی شما توی این سایت به سمت پایین برید لینک های بیشتری میبینید. اگر خاطرتون باشه من روی علی اکسپرس که بودم موس رو که قرار میدادم یه دونه علامت میمد نوشته بود سیف. بذارید بهتون نشون بدم. اینجا این سیف که این یه اکسپشنیه که میتونید نصبش بکنید روی مرورگرتون، یه پلاگینه. بعد از اینکه نصبش کردید هر عکسی رو که شما دیدید خواستید منتشرش بکنید فقط کافیه گزینه سیف رو بزنید تا به صورت مستقیم بیاره داخل به سایت پینترست شما و توی اکانت شما ذخیره بکنه و بعد میتونید اون عکس رو به لینک خودتون که مد نظرتون هست توی علی اکسپرس وصلش بکنید. به زبون ساده تر اگه بخوام بهتون بگم لینک چیه، ببینید این عکس رو، این آدرسی که در انتهای این نوشته و اگر موس رو روش ببینید نگاه کنید نوشته phonephotography.club، این آدرس سایت مثلا این عکس و منفشنیه که اینجا هست. اگر روش کلیک بکنیم وارد این سایت میشیم. کاری که شما انجام میدید چیه؟ میدید داخل علی اکسپرس، جنس رو انتخاب میکنید، این عکس رو سیوش میکنید اینجا و بعد میرید قسمت گت کد، کدتون رو میگیرید و توی توضیحات سایت پینترستتون عکستون رو باز میکنید و ویرایشش میکنید، عکس خودتون رو، لینک خودتون رو منتشر میکنید و قرار میدید. خب افراد زیادی اینجا هستن که افیلیت کارن و هیچ محدودیتی در انتشار کار نداره. این سایت بر اساس یه الگوریتمیه که شما هر چی دیگه سرچ بکنی همکاران یا افرادی که اون محصول رو هم دارن میفروشن به شما نمایش میده. یعنی اگر کسی عکس دلار رو سرچ بکنه تصاویر زیرش هم عکس دلار بهش نمایش میده. اگر شما یه جنسی رو اضافه بکنی در زمینه یه لباس باشه، بعد از اینکه طرف اون جنس رو باز میکنه و میبینتش، پایین اون جنس هم عکس های لباس رو میبینه. پس پینترست یکی از سایت های واقعا قویه در زمینه انتشار و بازاریابی که کمک خیلی زیادی به افرادی میکنه که میخوان فروش انجام بدن. پس با عضویت توی این سایت استارت کار خودتون رو بزنید، چون هر چیزی فکر کنید توی این سایت پیدا میشه. تمامش هم لینک دارن، ببینید تمامشون لینک دارن، یعنی هر کدوم از اینها لینک های بازاریابیه. چرا ما باید توی این سایت فعالیت بکنیم؟ این یه سوالیه که مطمئنن میپرسید. این که مثلا طرف یاد یه عکس بذاره بعد به اون عکس لینک بده مگه شد کار؟ بله شد کار. به چه علت؟ به این علت که تصاویری که در پینترست داره منتشر میشه خیلی سریع در گوگل و موتورهای جستجو میاد بالا، یعنی خیلی سریع دیده میشه و افراد زیادی اون تصاویر رو میبینن. یعنی اگر شما الان خودت بازدید کننده این عکس هستی، شک نکن قبل از شما یا همین الان افرادی هستن که همین تصویر رو دارن میبینن. پس استارتشو بزنید، گوگل براتون بازدید کننده میاره و همون بازدید کننده که از گوگل هم وارد پینترست میشه بر اساس عکس شما که تصاویرش سرچ کرده، با لینک شما آشنا میشه و لینک شما رو مشتری کلیک میکنه وارد علی اکسپرس میشه. حالا اینکه دارم میگم علی اکسپرس، شما ممکنه با هر سایت بازاریابی در فروشی بخواد کار بکنید، فرقی نمیکنه. شما هر سایتی که کار بکنید تماما همینه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن. پس استفاده کنید از این امکانی که به صورت رایگان هست استفاده کنید. یه مقداری زمان میبره اما خب نتیجه بخش خواهد بود. این نیست که فقط بخواید وقت بذارید و نتیجه نگیرید. پس پینترست فراموشتون نشه، یه اکستنشن هم داره توی فایرفاکس یا گوگل کروم میتونید نصبش بکنید که اینجا به این شکل. ببینید من موسم رو الان آوردم اینجا سمت راست صفحه رو، ببینید این بالا سمت راست اینجا ظاهر شده.
که این زمانی که آنلاین باشیم ما قرمز میشه، بنابراین رو عکس که ما کلیک بکنیم گزینه سیو بزنیم مستقیم میارتش داخل پینترست و ذخیرهش میکنه. خب این از پینترست. ببینید من الان به شما برای انتشار مثلا این لباس، خب بهتون گفتم که میرید توی سایت های انتشار دهنده لینک ها که من لینک هاشو براتون میذارم، که اونجا فقط لینک رو میذاشتید، یه توضیح میوشتید و عکسشو منتشر میکردید. بعد اومدم بهتون سایت پینترست رو معرفی کردم و الان میخوام دوتا سایت کاربردی رو معرفی بکنم که این دوتا سایت کاری که انجام میدن اینه که سوال جوابه. یعنی یه نفر میاد میپرسه من یه دامن میخوام بگیرم چی باید بگیرم؟ معروف ترین و مطرح ترین سایت سوال جواب یاهو انسفر که شما توی این سایت میتونی پرسش و پاسخهای مختلفی رو توی این سایت ببینید. یعنی شما اگر در زمینه مثلا کامپیوتر به مشکل برخورد بکنید، میرید توی قسمت کامپیوتر، سوال خودت رو مطرح میکنی، افراد زیادی میان به سوال شما جواب میدن. کاری که این سایت انجام میده چیه؟ بر اساس امتیازی که افراد به پاسخ ها میدن رتبه ها رو مشخص میکنه. ببینید ایشون مثلا آقای باب هستن، 38,000 بار تا الان به ملت پاسخ دادن. یا مثلا اینوک جواک مثلا ایشون 17,000 بار، یا مثلا آقای کارز 12,000 بار جواب دادن. امتیازها بر اساس رتبه شماست که اینجا دارید میبینید. اگر میخواید جوابی بدید، بعد از اینکه توی سایت yahoo.com ثبت نام کردید میتونید اکانت بسازید. اگر سوال داشته باشید بعد از اینکه وارد answer.yahoo.com بشید، اینجا میتونید سوالتون رو بنویسید سمت راست و سابمیت رو بزنید. اما ما هدفمون از اومدن به این سایت چیه؟ تبلیغ کالامونه. در نظر بگیرید ایشون مثلا اومده گفتی یه سوالی پرسیده، مثلا گفته من کامپیوترمو چطوری باید خاموش بکنم به عنوان مثال. میریم داخل aliexpress.com، میریم تو قسمت کامپیوتر، اسخای میکنم، مثلا سوالی که پرسیده طرف مثلا گفته آقا من یه نرم افزاری میخوام، یا مثلا من یه امکانی میخوام برای این که بتونم مثلا میگه من یه دونه سی پیو، مثلا گفته من کامپیوترم مثلا ایسوزه، فکر میکنید بهترین سی پیو چیه به عنوان مثال. خب میایم داخل علی اکسپرس، مثلا این سی پیوه، مثلا دارم بهتون میگم، فکر نکنید این سی پیوه، فکر کنید مثلا این سی پیوه. لینک خودتون رو میرید برمیدارید گت کد، اینجا اینو کپی میکنید، یا اینکه همین توضیحات این بالا رو کپی میکنید، بعد میاد لینکتون رو برمیدارید میاد توی انسفر، اینجا میاد به طرف پاسخ میدی. منطقه این سایت ها ببینید همه شون به انگلیسی هم، یعنی شما نمیتونید فارسی بیا اینجا فقط لینک بذاری، چون زمانی که شما لینک رو بذاری اون لینک تو حذف میکنن. پس شما این نیست که هر لینکی که میگیری همون لینک رو کپی پیست بکنی. مثلا اینجا میزنی برای مثلا برای خرید مثلا فلان چیز، از این لینک هم میتونی استفاده کنی. ببینید البته اینجا من چون متن رو کامل کپی کردم این همه چیزای الکی هم باهاش اومد. این توضیحات اضافه رو من باید پاک کنم. به عنوان مثال من اینجا لینک رو گذاشتم، ولی لینک اول نباید باشه. این لینک رو برمیدارم در انتهای نوشته بدون این حروف ها میذارم. مثلا من اینجا توضیح بشدم که این کامپیوتر رو شما میتونی بخری، اینم لینکشه، برو اینجا مثلا توضیحات رو ببین و گزینه سابمیت رو میذارم. این میشه پاسخ دادن به سوالاتی که اینجا مردم دارن. و هدف شما چیه؟ اینجا سرچ میکنی، شما میخوای در مورد لباس تبلیغ بکنی یا زیبایی استایل، میدی داخل بخش زنونه توی علی اکسپرس لباس های خوشگل مشکلی که اومدن رو چکار میکنی؟
لینکش رو برمیداری و میای تو قسمت بیوتی یا زیبایی یا مثلا استایل. اینجا برای افرادی که میپرسن همون لینک رو قرار میدی. مثلا طرف گفته فکر میکنی الان جنس لباس چه جنس های خوبه، یا مثلا بهترین پارچه چیه، شما میتونی بگی خب من فکر میکنم این جنس تازه اومده، جنس خوبیه، لینکش این جنس خوبیه، اینم لینکش برو خودت ببین. طرف میره داخلش و اون جنس رو میبینه. حالا ممکنه اون جنس رو بخره یا ممکنه جنس رو نخره. پس سعی بکنید حتما اینجا با سوال کننده ارتباط بگیرید. این 23 دقیقه پیش پرسیده سوال رو و شما میتونی اولین نفری باشی که بهش جواب میدی. شما جواب بدید، این جواب منتشر میشه، هم این بنده خدا به نتیجه میرسه، هم این که روی لینک کلیک میکنه، و همین که افراد جدیدی که دارن وارد میشن بر اساس لینک هایی که شما میذاری کلیک کننده میشن، وارد سایت علی اکسپرس یا هر سایت دیگه میشن برای استفاده. اما سایت بعدی سایت انسفر هست. این سایت هم دقیقا شبیه answer.yahoo.com کارش دقیقا بر اساس پاسخ و سوال هست. شما میتونی محصولاتی رو توی علی اکسپرس انتخاب بکنی، حالا چه از طریق سایت چه از طریق پورتال، بعد بر اساس اون محصول اطلاعاتت رو ببری بالا، لینک خودت رو هم به دست بیاری و لینک خودت رو یادت باشه میای اینجا و افراد پاسخ میدی. بعد از اینکه بهشون جواب دادی لینک خودت رو هم میذاری، مثلا میگی خب از این جنس هم میتونی دیدن کنی، فکر میکنم جنس خوبی باشه، این جنس رو هم حتما ببین، شاید به دردت بخوره. ببینید در همه زمینه‌ها اینجا سوال و جواب‌های مختلفی هست. شما بر اساس کالایی که اونجا پیدا می‌کنید توی علی اکسپرس یا هر سایت دیگه‌ای میتونید لینکتون و توضیحات خودتون رو اینجا به افراد زیادی بدید. مثلا اگر در زمینه فینانس کار میکنید یا در زمینه های دیگه، اینجا میتونید سوالات رو ببینید و بر اساس سوالات یه محصولی رو توی علی اکسپرس یا سایت های دیگه پیدا بکنید و بعد لینک اون محصولتون رو به همراه یه توضیحات مختصر راجع به اون به این افراد پاسخ بدید و توی توضیحاتشون براشون بفرستید. اینها هم میشن افرادی که وارد میشن به سایت شما و باعث میشه شما فروشی هم انجام بدید. خب من نمیخوام زیاد آموزش طولانی بشه. تا الان فکر میکنم دوستان متوجه شدن که چه کار باید بکنن، یا باید برید لینکتون رو منتشر بکنید توی سایت های لینک، یا باید برید تو سایت هایی که تصاویر و عکس منتشر میکنن میتونید برید لینک و عکستون رو منتشر بکنید، مثل پینترست یا مثل اینستاگرام یا هر جای دیگه، مثل فیسبوک یا مثل توییتر. میتونید فیسبوک و توییتر بسازید، محصولاتی رو که دارید برمیدارید یه پیج اصلا کلا یه کانال بزنید توی اینها به اسم مثلا افیلیت، اما جنس های قشنگ رو بذارید. مثلا اگر خواستید تخصصا در زمینه لباس زنانه کار بکنید یه گروه یا یه کانال را بندازید توی فیسبوک یا توییتر و اونجا این کار رو انجام بدید، جنس رو هم اونجا بذارید و لینکتون رو هم بذارید، ببینید چقدر ورودی خواهید گرفت و چقدر فروش خواهید انجام داد. پس فیسبوک و توییتر فراموشتون نشه. و مورد بعد حتما ایمیل بزنید. افراد زیادی هستن که به دنبال محصولاتی میگردن، شما میتونید به اونها ایمیل بزنید و راجع به اون چیزی که دارید و فروشنده اون هستید به اون فرد توضیح بدید. حتی برای داخل ایران هم افرادی هستن که شاید جنس های علی اکسپرس سایت های دیگر رو بخوان خرید بکنن، شما میتونید به اونها هم لینک های خودتون رو بدید و اونها لینک های شما رو هم ببینن. و در نهایت اگر خواستید هزینه بکنید بابت تبلیغاتتون، بابت اینکه بتونید یه جنسی رو بفروشید، میتونید از سرویس هایی که به صورت پولی هستن استفاده بکنید. مهمترینش همون سرویس ادورز خود گوگل که شما میتونید اینجا یه حساب بسازید داخل گوگل و اینجا بعد از اینکه حساب ساختید شما میتونید تبلیغ جنستون رو در صفحات اول گوگل انجام بدید. منتها برای افرادی که میخوان از صفر شروع بکنن این یه گزینه پیشنهادیه،
من خودم نمیگم این کارو بکنید چون باید هزینه بکنید. کم کم شما باید مثلا با 50 لیر شروع کنید، با میگم 50 لیر، با 100 هزار تومان باید شروع بکنید، 200 هزار تومان باید شروع بکنید. خب این ساخت اکانتش رایگانه، اما هزینه این نمایش تبلیغاتتون خیلی بیشتر در میاد. به چه علت؟ به این علت که افراد زیادی ممکن اصلا تبلیغ شما رو الکی روش کلیک بکنن و شما اعتبارش رو از دست بدید، دوره یه ساعت دیگه دوره 100 تومن تموم بشه میتونید دوباره برید شارژش بکنید، که این اصلا معلوم به صرفه نیست. پس شما از سرویس های استفاده بکنید که رایگان هستن و باعث میشن شما بتونید لینکتون رو منتشر بکنید. و اما در نهایت من به شما یه لینک معرفی میکنم. خب یه وبلاگ باز کنید. یادتون باشه شما میتونید یک وبلاگ باز کنید و از طریق وبلاگتون فروش انجام بدید. ساخت وبلاگ کاملا رایگانه. سایت هایی مثل blogger.com اینها سیستم هایی هستند که شما میتونید از طریق اونها منتشر کننده لینک های بازاریابی و همکاری در فروش باشید. توی wordpress.com میتونید یه حساب رایگان بسازید و یه وبلاگ داشته باشید و بعد لینک هاتون رو توی این سایت به نمایش عموم بذارید. ببینید افراد زیادی با موتورهای جستجو وارد وردپرس یا بلاگر میشن. پس حتما از این امکان استفاده بکنید. با ساخت یک وبلاگ اصلا زمان زیادی نخواهید گذاشت برای ساختش، اما میتونید فروشی رو به خوبی انجام بدید. پس یادتون باشه این wordpress.com یکی از همون سایت هاست که میتونید داخلش وبلاگ رایگان بسازید و بعد اکانتتون رو اگر خواستید بعدا مثلا تبدیل به سایت بکنید، پولیش بکنید، تا اون میرید یه پلن براش مثلا تعریف میکنید و خرید میکنید. اما خب به صورت پیش‌فرض نیازی پرداخت هزینه نداره و کاملا رایگانه. یا blogger.com هم یکی از سایت هاست. توی آموزش امروز که من بهتون یاد دادم، شما جنس رو انتخاب کردید، لینکش هم برداشتید، رفتید داخل سایت هایی که توش میتونستید لینکتون رو منتشر بکنید، عضو شدید و لینک هاتون رو به صورت محصولاتتون رو به عنوان لینک منتشر کردید، یا رفتید داخل pinterest.com و از طریق سایت pinterest.com محصولی که انتخاب کردید رو به شکل مشخص که اینجا عکسش هست و توضیحاتش و سپس لینکتون رفتید و داخلش منتشر کردید. پس هیچ محدودیتی در این زمینه نداشتید. و بعد به شما گفتم که در سایت های پرسش و پاسخ ثبت نام کنید. بعد از اینکه توی این پرسش و پاسخ ها ثبت نام کردید، از قسمت انسفر میتونید به سوالاتی که افراد پرسیدن بر اساس اون چیزی که شما دارید میفروشید جواب بهشون بدید. اگر در زمینه لباس زنونه و پوشاک فعالیت میکنید، اینجا میتونید سرچ بکنید، لباس رو سرچ بکنید، سوالاتی که در مورد لباس پرسیدن اینجا براتون میاد و بعد میتونید اونها رو باز کنید، تک به تک توضیح بدید و بعد لینک خودتون رو بذارید، لینک همون محصول بازاریابی در فروشتون رو بذارید. اینم از یاهو. سایت انسفر رو هم بهتون گفتم که این هم دقیقا همین بود کارش. و بعد اومدیم گفتیم اگر خواستید هزینه بکنید میتونید از سرویس تبلیغات در گوگل استفاده بکنید، که این هزینه بر هست براتون، اصلا پیشنهاد نمیدم بهتون، ولی به عنوان مکمل این آموزش بهتون گفتم که این هم جز اون کارهاییه که میتونید انجام بدید. بعد میتونید وبلاگ رو اندازی بکنید، از طریق وبلاگ میتونید مطالبتون رو به راحتی منتشر بکنید، لینک هاتون محصولاتتون رو بذارید بفروشید. به شما گفتم برید توی فیسبوک یه پیج رو بندازید یا توی توییتر یه صفحه رو بندازید و شروع بکنید به فروش جنستون. و اما در آخر که کارتون به مرحله رفت و داشتید انجام میدادید، در یوتیوب هم میتونید تبلیغ محصولتون رو انجام بدید. اینجا یه امکانی داره به اسم سرچ. شما هرچی اینجا سرچ بکنی برات میاره، میگه آقا این جن، این مثلا توضیحات، این فیلمه. مثلا در مورد لاغری، خیلی ها مثلا یه دنبال یه داروی لاغری، یه کرم شفاف کننده، نمیدونم یه کرم نرم کننده، یه چیز بزرگ کننده و هر چیزی سرچ میکنن توی دنیا و میخوان اون رو داشته باشن. شما میتونید از طریق علی اکسپرس این جنس ها رو پیدا بکنید و اگر یه جنسی رو توی علی اکسپرس پیدا کردید، نیازی نبود که حتما بیاید اینجا و توی هات پروداکت استفاده بکنید. میتونید برید توی دیپ لینک یو آر ال
و آدرس اون جنس رو اینجا بذارید و لینک بازاریابی خودتون رو دریافت بکنید. توی علی اکسپرس شما هر چیزی که پیدا کردید میتونید تبدیل به لینکش بکنید. شما فقط کافیه بدونید میخواید چه کار کنید. اگر میخواید تخصصا یک جنسی رو توی علی اکسپرس بفروشید، مثلا محصولات آرایشی هست، پس وقتی میخواد آرایشی رو بفروشید باید برید توی سایت های مثل پرسش و پاسخی بهتون گفتم بخش زیبایی رو باز میکنید، طرف مثلا میگه من تو صورتم یه دونه جوش در اومده، یه لکه مشکی در اومده، پوستم براق نیست، آلوورا میخوام، چاقیمو چه کار بکنم، قدمو چه کار بکنم، لحنمو چه کار بکنم، موهای سرم داره میریزه. شما میتونید توی علی اکسپرس این جنسا رو پیدا کنی. بعد از اینکه جنس رو پیدا کردی اینجا میای یو آر الش رو میذاری. بذارید من بهتون بگم اینو یه لحظه. خب این علی اکسپرسه. من الان میخوام یه دونه چی پیدا کنم؟ بذارید یه محصول زیبایی براتون پیدا بکنم. ببینیم. اجازه بدید من میخوام اینو بهتون بگم که این رو کاملا شفاف دیگه تو ذهنتون بمونه و فرار نکنه. بذارید برم صفحه اول علی اکسپرس، اونجا جنسای بیشتری رو میتونم ببینم. درسته این صفحه بهترین هاست، بست، و محصولات پرفروش هم اینجاست، اما اجازه بدید من از صفحه اول استفاده بکنم. تو صفحه اول هم امیدوارم که باز بشه. دوباره ما را آورد همین صفحه. خب صفحه رو بذارید باز بکنم. مثلا در زمینه مو طرف مثلا میگه آقا من دارم کچل میشم چی بزنم به سرم؟ این یه سواله، طرف این سوالو پرسیده. خب شما به عنوان کسی که قرار بازاریابی بکنید و کمیسیونای خیلی خوب به دست بیارید نباید بیکار بشینید. وقتی این سوالو میبینید سریع بیاید داخل علی اکسپرس. باید خیلی سریع جنس رو پیدا کنید. من کجا اومدم اصلا؟ آره درست اومدم. خب میریم سراغ ای بابا استغفرالله. این چیه؟ این که اصلا مو نیست. بذارید یه چیزی بهتون بگم، این خیلی سختش میکنه. طرف میگه آقا من ابروام کم پشته، باید چه کارش کنم؟ میخوام خط چشم رو اینجوری بکشم، باید چه کار بکنم؟ شما بعد از اینکه اومدید توی این صفحه، حالا من اون مو رو که بهتون گفتم دیگه اینجا اینقدر چیز بود آدم دید و از ذهن آدم میپره. من مثلا طرف میگه ابروهام رو باید چیکار بکنم؟ این جزء سوالات هست تو همین انسفر یا هر سایت دیگه که پرسش و پاسخ هست، حتما سرچ کنید پیدا میکنید. توی اون سایت ها این سوالات مطرح میشه. اگر در زمینه زیبایی بود یا حتی در زمینه جنسی، خب یه چیز کاملا طبیعیه دیگه، نمیشه که ازش فرار کرد. طرف مثلا راجع به مسائل جنسی هم سوال بکنه، شما ببینید اینجا محصولات جنسی هم هست. فقط و فقط من میخوام بهتون بگم باید چیکار بکنید. الان من میخوام این چیه، رنگ چشم یا هر چیزی دیگه که هست، این رو میخوایم تبلیغش رو انجام بدیم. این جنس رو دیدیم و توی پورتال ما هم نبوده که بتونیم لینکش رو برداریم. پس روی این لینک من کلیک راست میکنم، کپی لینک لوکیشن رو میزنم و میرم داخل سیستم پورتال علی اکسپرس خودم و قسمت اد سنتر وارد میشم، میام دیپ لینک، اینجا پیج یو آر ال رو کلیک راست میکنم و پیست. این آدرس اون محصول، بذارید من اینها رو پاک کنم، خیلی طولانیه اینا، اینا رو باید من پاک کنم تا HTMLش رو پیدا بکنم، تا جایی که نوشته HTML. آه اینجاست، تا اینجا که نوشته .html، تا اینجا این لینک همون محصوله. من get tracking link رو میزنم، این لینک بازاریابی من، یعنی من میتونم از طریق این لینک شناسایی بشم برای علی اکسپرس. شما هم میتونید اینجا بعد از اینکه وارد شدید tracking ID شخص خودتون رو بسازید و بر همون اساس هم
شروع بکنید. من آدرس اون خط چشمه رو اینجا کپی کردم، الان باید اینجا به من میگه لینک اینو نمیده به من، فکر کنم اینو به من نمیده این لینک ها، اگه اشتباه نکرده باشم. آره این لینک رو من نمیده. خب اشکالی نداره، ماشاءالله اون یه تا چیزی که چشم خوره جنس بده من این این پدر رو بذارید. خب اینم get tracking رو میزنم. ببینید اون لینک به اون بزرگی تبدیل شد به لینک اینجوری. آه فقط کافیه من همین لینک رو کپی بکنم، بعد برم توی انسفر. راجع به زیبایی اگر مثلا طرف اینجا از یکی پرسیده، من میتونم بیام بگم بله، برای اینکه بتونی ابروهای خوبی داشته باشی خب باید آرایش بکنی، آرایشت اینجوری باید باشه. و در نهایت من بهت پیشنهاد میدم این لینک رو ببینی، فکر کنم جنس خوبی باشه که میتونی استفاده بکنی، چون منم استفاده کردم، ابروهام مثلا خیلی خوشحالن. و بعد اینجا لینکت رو میذاری، توضیحاتت هم که این بالا نوشتی، اینجا هم من اینجا می‌نویسم. یادتون باشه فقط به زبان انگلیسی. و یادتونم باشه لطفاً به هیچ عنوان تبلیغ مستقیم کالا رو نکنین، یعنی به طرف القا بشه که این یه محصولی است که شما دارین بهش معرفی میکنید، نه تبلیغ. مثلا اینجا سوالش راجع به ابرو پرسیدی یا داره به چش پرسیده، کاری که انجام دادیم توضیحات رو به انگلیسی نوشتیم، لینکش هم اینجا میذاری. و بعد از این هم که نوشتیم میگی خب فکر میکنم محصول بتونه بهت کمک کنه، چون من دیدم که افراد زیادی از این سو دارن استفاده میکنن. و این لینک من الان، من اینو اگر سابمیت بزنم تو انسفه میره برای طرف و طرف میبینه، و اگر روی این لینک کلیک بکنه وارد سایت علی اکسپرس یا هر سایت دیگه‌ای بشه، من فروختم، من میفروشم. پس این به همین راحتی ایجاد میشه. یا در یوتیوب ممکنه طرف مثلا راجع به چاق شدن نظر بذار، بگه من چیکار کنم چاقم. خب هیچی، کمتر بخور برای در من لاغر میشه، رژیم بگیر. این سوالیه که میپرسن. وقتی اینو پرسیدن شما میتونی توی کامنت ها برید، توی این کامنت ها لینک خودت رو بذاری، بگی خب برای مثلا برای استفاده از این، مثلا بیا من یه داروی لاغریه یا یه کرم لاغریه میمالی به شکمه، چربیاتو میسوزونه، توی علی اکسپرس پیدا میکنی، لینکشو برمیداری، میری دیپ لینکو میزنی. و بعد از اینکه دیپ لینکو زدی میتونی لینکتو ببری به طرف منتشر کنی اون ببینه. اینم که سامی بیگی عزیز، خواننده خوب کشورمونو. خب دیگه اینجا هم دیگه وارد نشیم که خیلی حساسه، چیز خاصی نیست. به به زول بیا. در هر صورت این کل چیزی بود که امروز بهتون گفتم راجع به سیستم پورتال علی اکسپرس، اینکه چطوری بتونید لینک هاتون رو بفروشید، بازاریابی بکنید و کسب درآمد. ببینید همین الان استارت کارتون رو بزنید، اصلا شک نکنید میتونید در بیارید، شک نکنید میتونید در بیارید. بعد از اینم که ساختید اصلا نگران نباشید. توی آموزش‌های بعد من حتما به شما راه انتقال پولتون به ایران رو خواهم گفت، یا اگر در سایر کشورها هستید خب به راحتی میتونید پولتون رو بردارید. اما برای دوستانی که توی ایران هستن و میخوان کار افیلیت مارکتینگ انجام بدن، بهشون یاد میدم که اصلا نگران انتقال پولشون نباشن، چون ابزارهایی هست که شما بتونی به راحتی پولت رو توی ایران دریافت کنی. خب 44 دقیقه این آموزش ما طول کشید، برمیگردیم به کانالمون در یوتیوب. لطفاً ازتون خواهش میکنم کانال منو حتما سابسکرایب بکنید، ویدیویی که الان دارید میبینید رو حتما لایک کنید، اگر لیاقتشو داشتم لایک کنید،
و نظراتتون رو با من در میون بذارید، ویدیو رو بین دوستاتون هم به اشتراک بذارید. خیلی خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید، براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. موفق و پیروز باشید، خدایا رو نگهدارتون.